سلام خدمت بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان عزیز، امروز قرار بود این برنامه به صورت زنده پخش بشه، ولی متاسفانه به علت اینکه وسایل کم داشتیم و نمیدونستیم چه غذایی میخوام براتون تهیه ببینیم به صورت مرده پخش میکنم. حالا من اول بهتون میگم چی میخوام درست کنم، بعد طرز ساختشو میگم، طرز پرداختشو میگم، طرز خوردنشو میگم، کجا میتونین این غذا رو به خودتون ببرین، چه جای مناسبه، چه جای مناسب نیست، چون بعضی از خانوما غذا رو جای نامناسب میبرن و خوب نیست. حالا من اول براتون طرز ساختشو میگم. یه تلفن میخوایم اول که در صورت اورژانس زنگ بزنیم. سیب زمینی پشندی بزرگ 1 عدد قشنگ، آب لیمو به مقداری که داخل این بطری موجود است تا اطلاع ثانوی، ریکا برای شستن ظرف ها انشاءالله، سس فلفل برای سوختن، نخواهید سوختن، 5 قرص نان که این قرصا رو میتونید با آب بخورید یا میتونید با آب پرتقال بخورید، ولی یادتون باشه هر 6 ساعت یه بار قرصا رو بخورید. سیب، البته خانوما بگم سیب برای دکور خیلی قشنگه، میتونید قطعه قطعه کنید، میتونید ریز کنید، میتونید له کنید، میتونید لورده کنید و بعد بپاچید. پرتقال میتونه هر چی دیگه قشنگ. تخم مرغ جهت پختن و خوردن نگاه کردم. هلورده ثابت شده قبل از سال دولبیه قشنگه، میتونید با برنج بخورید، میتونید با کاهو بپیچید بخورید، میتونید با نون بخورید، هر جوری شما خودتون را. سس مایونز به مقدار، قهوه مال ما نیست، مال رباب خانم همسایه بغلیمونه که باش فال میگیره دیگه. نه ایدیا میری فال بگیری قهوه میره خود من. سه تا چاقو ما در این عملیات داریم، چاقوی بزرگ، چاقوی متوسط، چاقوی کوچوله، و حالا یه چاقوی چاقی هم داشتیم که چند وقته رژیم گرفته و نمیذاریم غذا خورد کنیم. این هم توی این کشوه نشون ندید، خجالت بعد. حالا یه چنگک بزرگ داریم که میزنیم باش تو سر سیب زمینی، کفگیر، حالا میبینیم نمازش چه استفاده من. طرز تهیه، خانمای عزیز سیب زمینی رو پوست میگیرن، بعد از اینکه سیب زمینی ها رو پوست گرفتن، برای اینکه سیب زمینی رنگش زرده و معمولا سالادوی ها رنگش سفیده، میندازین یه 20 دقیقه توی وایتکس بمونه، چون وایتکس رنگ سیب زمینی رو به خودش جذب میکنه و باعث میشه سفید بشه. این سیب زمینی هایی که توی رستوران ها میبینی معمولا همش وایتکس دیدن، بعد این مرحله رو رد کنن، هفخان وایتکس رو باید رد کنن. حالا من البته خورد شده شو اینجا دارم که این همکارم میارم برامون. توی یخچال؟ توی یخچال گذاشتی؟ خب سیاه شده شو توی کشو داریم. حالا البته ما از همین سیاه شده شو استفاده میکنیم، ریختی اینجا که سیاه شده شو خوردتر میکنیم و بعد میذاریم قلقل بزنیم توی آب اینجوری جوش بله. و خانمای عزیز این که جوش اومد، یه خود سس مایونز و یه خود تخم مرغ آب پز قاطیش میکنی و اینا رو چنگ میزنی. البته میتونی با این چنگ بزنی یا با دستتون چنگ بزنی، ولی خواهش میکنم قبل از این کارا دستاتون رو بشورید، چون بعضیا میان دست دماغشون میکنن و اینو قاطی غذا میکنن و این نه از لحاظ بهداشتی سعیه نه از لحاظ تربیتی. حالا من آماده شده این خورشت سالاد لوبیا رو توی یخچال دارم که این همکارم برامون میاره.
بله. این خورشت سالادالویه رو میتونید به چند نوع صرف کنید. میتونید به صورت ماضی صرف کنید یا میتونید به صورت مضارع صرف کنید. ولی معمولا مردم اینو با نون صرف میکنن. البته بله جان بیاین بله. بعد که اینا رو با هم چنگ زنید مخلوط میکنید. میتونید تو مخلوط کنم مخلوط کنید هر جایی دوست دارید. و اون وقت یه سالادالویه خوش رنگ و خوش طعم بهتون میده که میتونید اینو حتی توی عروسی ها ازش استفاده کنید. میتونید اینو تو عروسی ها به جای شام به مهموناتون بدید. آقا دست نزید بله به جای مهمون. بله بعد از اینکه این سالادالویه آماده شد میتونید چند دقیقه اینو توی فر بذارید که گرم شه، چون بعضی گرم دوستن. اگه داغ شد باز بزنید 10 دقیقه تو فریزر. که البته همکار من یخ زدهشو مطمئنن داره ولی گرم شدهشو نداره. بله. میتونید این سالادالویه رو به چند روش دکور کنید. میتونید بادمجون رو برداریم به صورت خلال بادمجون در بیاریم، بعضی دوستان خلال بادمجون روش بپاچن. و میتونید خلال بادمجون رو با ترک چاقو قشنگ بگیریم پوست بکنیم یا خلال کدو باش درست کنیم، هر جوری خودتون صلاح میدونید به سلیقه خودتون. و بعد از اینکه این سالادالویه رو با خلال بادمجون یا خلال کدو دکور کردین، یه ذره جعفری بغلش بذارین یا آب و رنگی بهش بدین و میتونید این سالادالویه رو با سودا یا هر گونه نوشیدنی میل کنید. خانم ها و آقایون عزیز، امیدوارم از این برنامه خورشت سالادالویه ما لذت برده باشید. لذت برده باشید. من تا اطلاع سنوی همه تو به خدای بزرگ میسپرم و میرم به خدمت این برسم. بیا ببینید بابا. سلام.